به نام خدای بزرگ و سلام خدمت همه محصلین عزیز، به امید اینکه صحتمند باشیم. دوستان عزیز، چهارمین جلسه درسی مضمون اصول روابط بین الملل یک می باشد و در جلسه کنونی همان قسمی که شما مشاهده می نمایید، دو موضوع مهم مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک مسئله و یا یک موضوع، مسئله سطح تحلیل روابط بین الملل، و مسئله دوم و یا موضوع دوم بازیگران روابط بین الملل می باشد. که از اولین بحث یا از اولین موضوع که همانا مسئله سطح تحلیل روابط بین الملل می باشد، جلسه امروز خود آغاز می نماییم. در اینجا همان قسمی که شما مشاهده می نمایید، در قدم اول تعریفی از سطح تحلیل روابط بین الملل ارائه شده است که در این تعریف البته واضح ساخته شده است که سطح تحلیل عبارت از پایگاه و زاویه دیدی است که اندیشمند در روابط بین الملل از آن پایگاه یا از آن زاویه دید مسائل بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. پس بنابراین سطح تحلیل در اینجا در حقیقت زاویه دید اندیشمند می باشد که از آن طریق اندیشمند مسائل بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. به عبارت خیلی ساده می توان گفت که سطح تحلیل عبارت از زاویه دید اندیشمند نسبت به تحلیل مسائل بین المللی می باشد. در قسمت سطح تحلیل روابط بین الملل، البته به چند نوع سطح تحلیل تقسیم بندی شده است. در قدم اول سطح تحلیل به سه گونه تقسیم بندی شده است و در قدم بعدی البته سطوع تکمیلی تحلیل روابط بین الملل می باشد که انشاءالله به آن نیز پرداخته خواهد شد. در قسمت اول و یا در وهله اول به انواع سطح تحلیل روابط بین الملل می پردازند که اولین نوع سطح تحلیل، سطح تحلیل فردی می باشد. البته در اینجا همان قسمی که مشاهده می نمایید، معلومات مختصر پیرامون هر کدام از سطوح تحلیل ارائه شده است و مطمئن هستم که دانشواجه هایی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است ساده و بسیط می باشد و در قسمت فهم این واژه ها مطمئنن که به کدام مشکل مواجه نخواهی شد. در قسمت سطح تحلیل فردی که اولین سطح تحلیل مسائل روابط بین الملل می باشد، در اینجا محور اصلی و اساسی فرد می باشد. به عبارت دیگر در سطح فردی اندیشمندان روابط بین الملل تلاش می نمایند تا تاثیرگذاری نظرها، برداشتها و ارزشها و همچنین گرایشهای افراد تصمیم گیرنده در نظام بین الملل و یا در جامعه بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. پس بنابراین سطح تحلیل فردی در حقیقت نظام بین الملل به عنوان یک نظام فرد محور مورد تحلیل قرار می دهد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیدگاه و نظریات و گرایش های افراد تصمیم گیرنده در سطوح مختلف می تواند نظام بین الملل متحول سازد و یا تحت تاثیر قرار دهد. پس در سطح تحلیل فردی در حقیقت کسانی که در رأس هرم قدرت قرار دارند، مانند رئیس جمهور، مانند وزیر خارجه، مانند البته در سطح تصمیم گیری های خارجی که در حقیقت در کنار رئیس جمهور وزیر خارجه نیز می تواند تأثیر گذار باشد،
پس بنابراین در سطح تحلیل فردی دیدگاه و نظریات و تاثیرگذاری افرادی که در رأس هرم قدرت قرار دارند مانند رؤسای جمهور و یا پادشاهان و یا نخست وزیران و افراد کلیدی دیگری که در تصمیم گیری های نظام ها و در تصمیم گیری های سطوح مختلف حکومتی تأثیر گذار می باشند و این تصمیم گیری های آنها و یا تأثیر گذاری این تصمیم گیری های آنها می تواند نظام بین الملل نیز تحت تأثیر قرار دهد، پس به این مسئله سطح تحلیل فردی می پردازد. پس به طور خیلی خلاصه می توان گفت که سطح تحلیل فردی تلاش می نماید تا اینکه نقش و بالاخره تأثیر گذاری افرادی که و یا تصمیم گیرندگانی که در رأس هرم قدرت قرار دارند و می توانند در حقیقت در نظام بین الملل تأثیر گذار باشند، مانند رؤسای جمهور، مانند صدر اعظم ها و یا شاهان و یا بالاخره وزرای خارجه کشورها، به این مسئله پرداخته می شود. پس سطح تحلیل فردی در حقیقت یک تحلیل فرد محور می باشد و نقش افراد کلیدی و کسانی که در رأس قدرت قرار دارند در نظام بین الملل و در جامعه بین الملل تاثیرگذار میپندارد و دانشمندانی که از این سطح استفاده میکنند به این عقیده یا به این باور میباشند که افراد در حقیقت میتوانند که نقش کلیدی در نظام بین الملل بازی نمایند. دومین سطح تحلیل، سطح تحلیل دولت میباشد. در سطح تحلیل دولت، همان قسمی که از نام این سطح مشخص میشود، در حقیقت این سطح تحلیل دولت محور می باشد. یعنی چی؟ یعنی این که نقش دولت ها در حقیقت می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار در نظام بین الملل باشد. یا به عبارت دیگر، سطح تحلیل دولت محور تاکید می نماید که یگانه و عمدترین و اساسی ترین بازیگر در نظام بین الملل که می تواند نظام بین الملل را متحول سازد همانا دولت می باشد. بنابراین بازیگران دیگر مانند افراد، مانند بالاخره جنبش ها، مانند احزاب سیاسی، مانند سازمان های دولتی و غیر دولتی نقش آنچنانی در نظام بین الملل به باور محققانی که از این سطح استفاده می نمایند نقش آنچنانی آن بازیگران غیر دولتی نمی توانند در نظام بین الملل و یا در جامعه بین الملل داشته باشند. پس در سطح تحلیل دولتی یا دولت، در حقیقت نقش دولت می تواند اساسی باشد، مهم باشد، به عنوان یگانه بازیگر و یا به عنوان تاثیرگذارترین بازیگر و به عنوان اساسی ترین بازیگر در نظام بین الملل. البته از سطح تحلیل دولت یا سطح دولت محور بیشتر تیوری ریالیزم یا پیروان مکتب واقعگرایی یا واقعگرایان بیشتر استفاده می نمایند و مکتب ریالیزم یا تیوری ریالیزم یکی از تیوری هایی می باشد که نقش دولت در نظام بین الملل بسیار مهم و برجسته می پندارد. در قسمت بعدی و در ادامه سومین سطح تحلیل نظام بین الملل، سطح نظام می باشد. البته سطح نظام مجموعی از دولت ها در قالب یک سیستم از لحاظ تعاملی که میان عناصر تشکیل دهنده آن نظام وجود دارد مورد مطالعه قرار می دهد. یعنی چی؟ یعنی این که سطح نظام به این باور است که چندین دولت به عنوان یک مجموعه می تواند یک سیستمی را تشکیل دهد و یک بالاخره نظامی را ایجاد نماید که آن سیستم و یا آن نظام در تعامل نسبت به همدیگر می باشند و بنابراین آن نظام که متشکل از مجموعی از دولت ها می باشد در حقیقت می تواند در جامعه بین الملل تأثیر گذار باشد و ما باید البته از دید یا به باور پیروان یا پژوهشگران که از این سطح استفاده می نمایند در حقیقت باید دولت ها به عنوان یک مجموعه در قالب سیستم
مورد مطالعه قرار داده. و یکی از یا کسانی که بیشتر از سطح نظام برای مطالعه نظام بین الملل و یا برای مطالعه روابط بین الملل استفاده می نمایند یا استفاده می نماید، در حقیقت ریالیزم ساختاری و همچنین دیدگاه نظام جهانی است. و ریالیزم ساختاری بیشتر به تاثیرگذاری ساختارها در نظام بین الملل تاکید می ورزد و مجموعی از دولت‌ها را به عنوان یک نظام و به عنوان یک بالاخره سیستم که در تعامل نسبت به هم دیگر می باشند در مطالعات خود این اندیشمندان از این سطح استفاده می نمایند. پس بنابراین البته در اینجا سوال خلق نشه که نظام جهانی چگونه نظامی است و یا ریالیزم ساختاری چگونه ریالیزمی است. اینها را انشاءالله که در جلسات بعدی مفصل به اینها خواهیم پرداخت. اما باز هم اگر سوال موجود بود و نیاز به فهم آنی نسبت به مسائل مربوطه بود، انشاءالله که بنده در خدمت می باشم و میتونیم که سوالات خود به من ارسال بدارید و انشاءالله که کوشش می نمایم تا در زودترین فرصت به سوالات شما پاسخی را نمایم. البته در کنار سه سطوح تحلیل روابط بین الملل که یک سطح تحلیل فردی بود، دیگر سطح تحلیل دولت بود و دیگه و سومین سطح تحلیل نظام بود، در کنار این سه سطح تحلیل دو سطح تکمیلی روابط بین الملل نیز موجود می باشد که یکی از این سطوح تحلیلی در حقیقت سطح تحلیل نهادهای تصمیم گیری است و دیگر سطح تحلیل منطقی می باشد که در قدم اول به سطح تحلیل نهادهای تصمیم گیری اشاره می داشته باشه. البته در سطح تحلیل نهادهای تصمیم گیری همان قسمی که از نام این سطح تحلیل پیداست به کارکرد نهادها و به کارکرد ساختارها برای اتخاذ تصامیم بسیار مهم تاکید می برسد. یعنی چی؟ یعنی این که از دید پژوهشگرانه که از این سطح تحلیل برای مطالعه روابط بین الملل استفاده می نمایند، نهادها و ساختارهای مختلف درون دولتی و یا درون حکومتی می توانند در قسمت اتخاذ تصامیم و یا تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقش عمده و مهمی داشته باشند. در اینجا به یک مثال اشاره شده. مثلا گفته در کشورهای اقتدارگرا، در کشورهایی که نظامهای آنها تا اندازه بسته می باشد، نظامهای آنها تا اندازه می شود گفت دیکتاتور می باشند یا نظامهای غیر دموکراتیک می باشند، نقش نهادهای مانند پلیس یا ارتش برای سرکوب بسیار تاثیرگذار میپندارند. یا به عبارت دیگر نقش نهادهای مانند پلیس و یا ارتش در سیاست گذاری های خارجی کشورهای اقتدارگرا بسیار مهم میباشد. مثال عمده آن کوریای شمالی یکی از نمونه های بارز نظام های اقتدارگرا در جهان میباشد که ارتش میتواند نقش مهمی در تصمیم گیری های خارجی آن کشور داشته باشد. مثال دیگر آن اگر مثال خیلی بی ربط نباشد، کشور مصر میتوان مثال داد که ارتش نقش بسیار مهمی دارد. در ایران به طور مثال ارتش نقش مهمی دارد، خصوصا سپاه پاسداران ایران میتواند در تصمیم گیری های خارجی نقش بسیار برجسته داشته باشد. پس در کشورهایی که اقتدارگرا می باشند مانند کوریای شمالی، حتی کیوبا، مصر و همچنین در همسایگی ما شما کشورهای مانند ایران نقش ارتش بسیار برجسته می باشد، پاکستان نقش ارتش بسیار برجسته می باشد. البته در گذشته ترکیه نقش ارتش بسیار برجسته بود، ولی در حال حاضر تا اندازه نقش ارتش می شود گفت که کاهش یافته و بالاخره رئیس جمهور ترکیه نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده در سیاست گذاری های خارجی کشور ترکیه دارد.
ولی به صورت کل کشورهای اقتدارگرا نقش ارتش در تصمیم گیری های خارجی آن کشورها بسیار میتواند تأثیر گذار باشد. ولی در قسمت بعدی در کشورهای دموکراتیک نهادهای سیاسی و اقتصادی اهمیت بیشتر در سیاست گذاری خارجی دارند. به طور مثال در کشورهایی که یا کشورهای دموکراتیک وزارت خارجه کشورهای دموکراتیک بسیار نقش تعیین کننده در سیاست گذاری های خارجی آن کشورها دارد، وزارت اقتصاد آن کشور یا آن کشور یا کشورها، وزارت مالی آن کشور یا کشورها، یا وزارت تجارت آن کشور یا کشورها می توانند نقش بسیار تعیین کننده در سیاست گذاری های خارجی آن کشورها داشته باشند. پس بنابراین از دید پژوهشگران که از سطح تحلیل نهادهای تصمیم گیری برای مطالعه روابط بین الملل استفاده می نمایند، نهادها و ساختارهای مختلف درون حکومتی می توانند در قسمت تصمیم گیری، در قسمت تصمیم سازی و سیاست گذاری خارجی کشورها و در به صورت میشه گفت جز و در نقش آنها در نظام بین الملل و در جامعه بین الملل به صورت کل می تواند بسیار برجسته باشد. آخرین البته سطح تحلیل منطقیه. در سطح تحلیل منطقی در حقیقت به الگوی منطقی رفتار بازیگران توجه می شود، به الگوهای منطقی رفتار کشورها توجه می شود. پس بنابراین این الگوها می توانند در حقیقت به طور مجزا و به طور جداگانه به تک تک کشورها بالاخره تا اندازه تطبیق شوند. پس بنابراین در سطح تحلیل منطقی تمامی کشورهای منطقه و تمامی الگوهای رفتاری کشورهای منطقه مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. و در اینجا فراموش نکنین که به طور مثال ما در منطقه خود کشورهای مختلف منطقه‌ای داریم و الگوهای رفتاری کشورهای منطقه ما یا در آسیا یا متفاوت است نسبت به الگوهای رفتاری کشورهای منطقه‌ای یا حوزه اروپا و کشورهای منطقه‌ای بالاخره آمریکا و کشورهای منطقه‌ای آفریقا. پس بنابراین در مسئله سطح تحلیل منطقه‌ای بیشتر تلاش به عمل می آید تا اینکه کشورهای منطقه، الگوهای رفتاری کشورهای منطقه، کنش و واکنش کشورهای منطقه، قرابتها و نقاط اشتراک که کشورهای منطقه از بعد فرهنگی، از بعد زبانی، از بعد ایدئولوژیک و از بعد بالاخره ارزشی دارند مورد مطالعه قرار بگیرند. پس 5 سطح بسیار عمده برای تحلیل و تجزیه روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گیرند که همانا سطح تحلیل فردی یا فرد محور می باشد که در حقیقت نقش افراد در نظام بین الملل بسیار تاثیرگذار می داند. سطح تحلیل دولت می باشد که سطح تحلیل دولت محور می باشد که نقش دولت ها را در نظام بین الملل بسیار تاثیرگذار می داند. و سطح تحلیل نهادها یا ساختارها می باشد که نقش تعیین کننده برای نهادها یا ساختارها بالاخره نقش ساختار از دید این سطح تحلیل نهادها و ساختارها می توانند نقش تعیین کننده داشته باشند. سطح تحلیل نظام است که نظام بین الملل به عنوان یک مجموعه می تواند بالاخره در تصمیم گیری های مختلف تأثیر گذار باشد و پژوهشگران از این سطح تحلیل همچنین استفاده می نمایند. و سطح تحلیل منطقه‌ای می باشد که در حقیقت نقش الگوهای رفتاری و کنشی و واکنشی تمامی کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد و نقاط افتراق و اشتراک این کشورها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. و بنابراین این 5 سطح تحلیل می توانند برای مطالعه روابط بین الملل مورد استفاده قرار بگیرند. البته موضوع دیگری که می خوام خلاصه اشاره کنم و مقدمه از این موضوع در جلسه امروزی به آن اشاره داشته باشم بازیگران روابط بین الملل می باشد.
روابط بین الملل در حقیقت بررسی کننده بازیگران مختلفی می باشد که دارای روابط متقابل می باشند. حالا این روابط بعضی اوقات روابط تعاملی می باشد و بعضی اوقات روابط رقابت آمیز و یا برتری جویانه. البته فراموش نکنیم که بحث اصطلاح بازیگر به معنای عام کلمه می تواند در مورد تمامی مقامات، سازمان ها، گروه ها و حتی اشخاص به کار برده شود که در حقیقت مصدر کنش و رفتار این بازیگران در نظام بین الملل و یا در جامعه بین الملل می باشد. البته در قسمت یا در خصوص روابط بین الملل در حقیقت عنوان بازیگر می تواند معرف کنش و یا واکنش شماری از واحدهای باشد یا شماری از بالاخره بازیگران باشد که از مرزهای یک کشور فراتر می رود و فعالانه در امور بین المللی شرکت می داشته باشد. البته فراموش نکنیم که در اینجا دو نوع تقریبا نگاه نسبت به بازیگران در نظام بین الملل وجود دارد. یکی نگاه یا بینش کلاسیک از روابط بین الملل می باشد که کسان مانند ماکیاولی، مانند هابز و امثال اینها یا کسانی که بیشتر زیر مجموعه تیوری واقع‌گرایی قرار می گیرند، دولت ها به عنوان اساسی ترین و تنها بازیگران صحنه بین الملل می پندارند. البته اینها میگن یگانه و اساسی ترین بازیگران روابط بین الملل یا صحنه بین الملل یا نظام بین الملل در حقیقت میتوان گفت که دولت ها می باشند که قبلا بحث مفصل پیرامون دولت، البته پیرامون بازیگران یا پیرامون بالاخره می باشند در آینده و بعد از این جلسه بحث مفصل در مورد دولت خواهیم داشت. پس بنابراین این بینش که یک بینش کلاسیک می باشد و یک نگاه کلاسیک می باشد نسبت به روابط بین الملل، از دید این نگاه یا از دید این بینش روابط بین الملل صحنه بازیگران دولت ها می باشد و دولت ها یگانه بازیگران در نظام بین الملل می باشند. اما فراموش نکنیم که با توسعه ارتباطات و تخصصی شدن و پیچیدگی امور اجتماعی و سیاسی از پایان قرن 19 به بعد و همچنین ضرورت همکاری های بین المللی زمینه برای ورود سایر بازیگران نیز مساعد ساخت، از جمله سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، سازمان ها و احزاب بالاخره سیاسی، گروه های ایدئولوژیک، شرکت های چند ملیتی و حتی کلیسا و بالاخره این منجر به ایجاد و فراهمسازی صحنه متنوع و متکثر روابط بین الملل شد. پس بنابراین در حال حاضر ما نمیتوانیم بالاخره به این امر تاکید کنیم که دولت ها یگانه بازیگران نظام بین الملل می باشند. در البته در ادامه به همه بازیگرها اشاره خواهیم داشت. پس بنابراین نقش و موقعیت ممتاز دولت ها در حال حاضر به عنوان بازیگران اصلی هنوز سر جای خودش می باشد، ولی فراموش نباید کرد که این به این معنا نیست که انحصار بازیگری دولت ها مورد پذیرش قرار گیرد. یعنی دولت ها یگانه بازیگران منحصر به فرد در نظام بین الملل نمی باشند. پس من میخوام که بحث یا مقدمه موضوع بازیگران روابط بین الملل جمع نمایم. در بحث بازیگران روابط بین الملل که البته مقدمه از بازیگران ما شما به مورد مطالعه یا بررسی قرار دادیم، به یک مقدمه پرداختیم و در اینجا نباید فراموش کنیم که در قسمت بازیگران مختلفی در نظام بین الملل تاثیر گذارند. دولت ها به عنوان اساسی ترین و بالاخره اصلی ترین بازیگران در نظام بین الملل، البته
وجود دارند، ولی نباید فراموش کنیم که از قرن 19 به بعد بازیگران غیر دولتی، بازیگران و سازمان های غیر دولتی، سازمان های چند ملیتی و حتی افراد و اشخاص در نظام بین الملل بسیار تاثیرگذارند و نقش بسیار برجسته در نظام بین الملل می توانند بازی نمایند و نظام بین الملل تبدیل به یک نظام متنوع و متکثر ساختند. امیدوارم که بحث امروزی نیز مورد توجه شما قرار گرفته باشد و همچنین موضوعات تا اندازه واضح ساخته شده باشد و یک بار دیگر میخواهم تاکید نمایم که اگر پیرامون مسائل مختلف کدام سوال موجود بود، بنده در خدمت شما خواهم بود و سوالات خود از طریق شماره تلگرام بنده مطرح سازید و انشالله که به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. تا جلسه دیگر در پناه خدای بزرگ باشید.